سفیر این صحبت هایی هم که با این میکنن ببینید الان چی میگه. خیلی جالبه. بله، اینترنشنال به کارشناس روس رجب سفروف زد. کارشناس مدافع پوتین هیچ پاسخ قانع کننده ای نداشت، لذا متوسل به توهین شد و در یک رویکرد بی‌ادبانه روزنامه نگار ایرانی و حرفهای او را به زندانی میکنم. درود بر شما آقای سیاوش اوستای عزیز. شرفشایی خسته نباشید. خواهش میکنم، قربان شما. خب ببینیم که در فرانسه شما در رابطه با این حضور پوتین در ایران چه دیدگاه و نظری هست؟ نخست خدمتتون عرض کنم مصاحبه‌ای که پخش کردید آقای رجب سفاروف بود که اصلش ایرانی است و اهل دوشنبه هست و سفیر روسیه نیست. ایشون مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر هست و نویسنده است در مسکو و در لندن. اصلش از تاجیکستان است، در دوشنبه به دنیا اومده. سفیر روسیه در تهران آقای لوان جاگاریان هست که خیلی با ایشون فرق داره. برای چون رجب سفاروف من مطمئن هستم که برنامه ما رو داره میبینه، ایشون برنامه رو میبینه، گفتم اینو بگم در ابتدای برنامه که اگر به عنوان سفیر اینجا معرفی شد خب از این اشتباهات پیش میاد. اما آقای شرفشاهی عزیزم، ما یک هفته پیش که تقریبا سالگرد یک قتل عام بزرگ یهودیان بود در فرانسه، اینا رو 130 هزار نفر رو گرفتن و از کنم خدمتتون دولت، ارتش، پلیس فرانسه سهم داشت، دست داشت که اینا رو گرفتن. 130 هزار نفر رو ببخشید بردن کشته شدن. بعد ژاک شیراک تنها رئیس جمهوری بود که اومد اعتراف کرد که فرانسه در کشتار یهودیان دست داشته و اینها. این مسئله داشت بهش نزدیک میشد، من میخواستم دنیا بدونه که مسئله رسیستی و نژاد پرستی همچنان وجود داره و یه دستهای پنهانی هست که نمیخوان واقعیت رو درباره بمب اتم جمهوری اسلامی به ما بگن. به خاطر همین من یک هفته پیش اعلام کردم که پوتین که بره تهران میخواد اعلام کنه که ایران اتمی است و چون خودش و تاجیکستان و اوکراین و پاکستان و کره شمالی اینا بمب‌های اتمی زیادی رو بعد از سقوط شوروی به ایران جمهوری اسلامی فروختن که این رو حتی یک بار خود علی خامنه ای همون اوایلی که رهبر شده بود گفت، بعد از اون بهش گفتن دیگه نباید بگی. من اینو که اعلام کردم آقای شرفشاهی که پوتین امروز اینو میخواد بگه، جمهوری اسلامی دست پیش زد روز یکشنبه، یعنی پریروز، دو تا از شخصیت های برجسته نظام پدید اسلامی که از مشاوران درجه یک خامنه ای هم هستن، کمال خرازی که وزیر امور خارجش بوده و امروز راهبردی سیاست جهانی رو از این مزخرفات در خانه خامنه ای میگردونه، و لاریجانیان اینا اومدن و اینا گفتن که آره ما بمب اتم داریم. البته بعد اینا هم زود حرفشون عوض کرد، گفتن ما هر وقت بخوایم داریم، میتونیم بسازیم. ولی من تو همین پرانتز اینم بگم که ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه هم اون سالا که رئیس جمهور بود رسما اعلام کرد 11 بامداد بود در پاریس که ایران چند تا بمب اتم داره، ولی اگر بخواد این بمبار کلید بزنه، قبل از اینکه کلید بزنه اسرائیل چون چند صد تا داره تهران رو با خاک یکسان میکنه. بعد ژاک شیراک بعدش پس گرفت حرفش رو. اما میخوام اینو بهتون بگم آقای شرفشاهی، نکته مهمی بود سفر، چون هدف الان هم تا الان که ما با شما صحبت میکنیم تمام صحبت هایی که پوتین خامنه ای با پوتین کرده، اردوان کرده و یا خامنه ای با اردوان کرده، با رئیسی کرده، همه رو منتشر کردن، ولی هیچ از صحبت های پوتین رو منتشر نکردن. پوتین چون الان در تنگنای جنگ اوکراین هست، هرچون همونطور که گفتید خامنه ای از این قضیه پشتیبانی کرد، در جنگ اوکراین گیر کرده، واقعا مثل که عربستان سعودی توی یمن گیر کرده، این خیلی دلش میخواد که نشون بده که مثلا همپیمانش یا مستعمره خودش آخوندها در ایران داره بمب اتم هستن، این رو میخواست مطرح کنه. ولی میخوام بگم بهتون که طرح این قضیه موجب خواهد شد که این ترور و وحشتی که برای جامعه یهودی جهان جمهوری اسلامی آفریده که آیا من دارم اتم ندارم، میخوام بسازم نمیخوام بسازم، تو برجام برم، این رو بایستی شکست. من قاطع به شما میگم که
جمهوری اسلامی از پس از سقوط کمونیسم و ریختن دیوار برلن بمب اتم داره. خامنه‌ای خودش گفت، رئیس جمهور فرانسه گفت، رؤسای دیگر گفت، حتی اینا محمد البرادعی که رئیس اتم جهانی بود اون موقع با اینا همکاری داشت، سرمایه‌گذاری بزرگی کرده بودن که اینم همپا و همپیاله اونها بود که قرار بود رئیس جمهورش بکنن در مصر، که همونطور که مستظر هستید رأی نبود. حالا از همه اینا که بگذریم، اصل این کنفرانس آقای شرفشاهی عزیز، استاد عزیز، به خاطر این تشکیل شد، این 18 نشست هست، داره 18 تا نشست در رابطه با سوریه، اسمش گذاشتن آستارا. آره، این 18 تا آستانه، ببخشید آستانه، این زامن روند پیمان آستانه است. حالا پیمان آستانه چیه که همین سه تا کشور درش دخیل هستن، روسیه، ایران، ترکیه؟ این حفظ سوریه است و بشار اسد، چون اخیرا هم رجب طیب اردوان بیماره، اونطور که من شنیدم بیماره و عمر زیادی نخواهد کرد. رجب طیب اردوان در ماه آینده شاید نباشه. رجب طیب اردوان چون کشورش هم دچار مشکلات اقتصادی شده، این اعلام کرد که میخواد به سوریه حمله کنه. این اعلام همونطور که از کردم خدمتتون از چندین سال پیش هم بود، حالا هم کرده، کردای دبیر ما رو بسیار کشته و غیره. اما در این نشست اینا میخوان به گونه ای از نظر اقتصادی باش کنار بیان که این اون حمله رو نکنه. به خاطر همین همونطور که شما گفتین، خامنه قاطع بهش گفت، خیلی جالب بود که قاطع میگفت که تو امریکایی هستی، تو اسرائیلی هستی. البته قاطع تو که من میگم نگفت، ولی به زبان آخوندی گفت اسرائیل و امریکا اینها هم عامل اختلاف هستن چه و غیره. ولی 30 میلیارد دلار آقای شرفشاهی، رئیسی امروز رسما اعلام کرد که 30 میلیارد دلار اینها تبادل اقتصادی خواهند داشت، یعنی حق حسابی که اول دادن به اردوان که حمله نکنه به سوریه. و هدف اصلی از این نشست اونجا نخست همین عدم حمله به سوریه است. و بعد پیمان آقای پوتین به عنوان مهاجم به اوکراین و خط دومی که در جهان میخواد به وجود بیارن، اینا میخوان مستحکم تر کنن که ایران رو وارد بریکس کنن. بریکس 5 تا کشور هستن که روسیه، چین، برزیل، آفریقای جنوبی و هندوستان، اینها متحد هستن از نظر اقتصادی که میخوان دلار رو بذارن کنار. خامنه ای در نشستی که امروز داشت با پوتین این مسائل مهمی رو با پوتین مطرح کرد، از جمله گفت تو خوب کردی حمله کردی، اگه تو حمله نمی کردی اونهای جنگ به تو تحمیل میکردن، ولی تو حالا که حمله کردی دست پیش زدی، علیه ناتو حرف زد و غیره. و به این نکته تاکید کرد که هدف دیرین جمهوری اسلامی هم این بوده که دلار رو در جهان ایزوله کنن و با این جنگ نو جدید که یک خط جدید، یک قدرت جهانی جدیدی به اصطلاح همینطور مهاجم پدید خواهد اومد، به دلار ضربه وارد خواهد شد. بله، ولی در حال حاضر خود روسیه دچار مشکل مالیه و این در حال همه کشورها تحریمش کردن به این شکل. ولی خب یکی دیگه از دلایلش که برای هر ایرانی باید واقعا دردآور بشه اینی که خب مردم اوکراین بدبخت این همه 5-6 میلیونشون رو آواره کردن، هر روز بمب میندازه تو خونه های مردم بیگناه رو میکشه. بعد این مردک با فیوز میاد اعلام میکنه که آقا من کار شما خیلی درست بوده و ما هم حامی شما هستیم در این رابطه. خب البته اوکراین یه درد دیگه ای هم از این جمهوری اسلامی داره، اون هواپیماشو که زد و اون افرادی رو که در آن واحد همشون رو کشت، هنوز هم کانادا دنبالشه، خود اوکراین هم از یادش نرفته. بله بله، یکی از خطرات دیگه که متوجه ایرانیان مهاجر عزیز ما هست که تو این قرارداد امروز رئیسی مطرح کرد، من شنیدم با رجب طیب اردوان که بود، چند مورد رو گفت ما امضا کردیم که یکی امنیت مرزی بود، این مهمه، معاملات 30 میلیارد دلاری و قرارداد 25 ساله رو گفت، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر و مبارزه با جرایم مافیایی، تمامیت ارضی سوریه رو حفظ بکنیم و در منطقه صلح. نکته اولش همین امنیت مرزی هست و مبارزه با تروریست که هر چند تا کنون هم ایرانیان عزیزی که فرار کردن از ایران و در ترکیه بودن جانشون در خطر بوده، در امنیت نبودن،
از این پس با این قرار داد این بچه هایی هم که در ترکیه هستن شوربختانه در خطر قرار می گیرن، چون ترکیه آقای شرفشاهی استاد یکی از راحت ترین کشورهایی بود که چون ویزا نمی خواد بچه هایی که می خواستن از کشور خارج بشن و مهاجرت بکنن به ترکیه می رفتن. ولی توی قراردادی که امروز رئیسی امضا کرد با رجب طیب اردوان، شوربختانه این مسئله یکی از موارد هفتگانه بود که مد نظر بود که بخوان مزاحمت برای هر کی پدید بیاره میارن. در رابطه با عبور از تحریما که فرمودید آقای شرفشاهی، جمهوری اسلامی الان 43 ساله که از روز اول تحریم بوده و با یک سیستم تشکیلاتی قوی و شیطانی که داره، که من این خواهش بکنم همه برنامه سازها بهش توجه کنن، یه درسیست که دارم میدم، اینو باید توجه کنید که چرا جمهوری اسلامی تا حالا مونده و چرا الان دیروز اومده تو خیابون ولیعصر 3 کیلومتر آدم آورده واسه قدیر محمد و علی، که محمد میاد میگه من کنت مولا فهازا علی مولا، مولا و موالی بردداریست. ایشون میگه من هر کی رو که صاحبشم که بردست از این بعد علیست، یعنی وارث خودش، وارث اقتصادیش میگذاره دامادش. ولی اگه میخواست بگه این خلیفه منه، خلیفه عربیه، اگه میخواست بگه جانشین منه، رهبر قائد زعیم، من به عنوان متخصص زبان عرب میگم، از این واژه استفاده میگم، ولی میخوام بگم روزی که محمد آمده داماد خودشه به عنوان وارث مالی خودش، اونم صاحب برده ها رضا شاه در ایران بردهداری را لغو کرد، اومده اعلام کرده، مردم به هم تبریک میگن، من مطمئنم استاد شرف شده برای شما هم 100 تا تبریک عید قدیر رو خوب فرستادن. تا این حد ما ابله نیست مردم ما، مردم ما داناست، فهمیده است. میدونید ریشه کار چیه؟ ریشه کار اینه که میخوام بگم ما نمیدونیم. در ایران دو حزب قوی و مقتدر وجود داره که همین دو حزب هم در خارج از کشور کمکش کردن که از این تحریم ها تا حالا گذشته. یک، سادات تازی هستند، سیدهایی که در آکادمی ها، دانشگاه ها، حتی تا دربار نفوذ داشتن و الان هم هستن و حتی اون برگر دادن به شاه شاهنشاه یا بخونه و چه و روحانیت آقای شرفشاهی و سادات تازی، اینا دو تا حزب مقتدر و قوی هستن، همه بچه‌هاشون که اینا فرستادن تو خارج از کشور با میلیون ها دلار، اینا همه کاراشون پولشویی است و گذر از تحریم. از اون طرف توی لبنان، یمن، عراق و دیگر کشورها باند شیعی که ساختن حتی در شمال افریقا، اینها همه تشکیلات مافیایی است که کمک میکنه به اینها، که شوربختانه نه مردم ما اینو میفهمن نه جهان فهمیده که بخواد با این مبارزه کنه چجوری باید بکنه. بله، البته این که با ترکیه یه قراردادی بسته در زمین مواد مخدر، باید بدونیم که اینا که سپاه پاسداران خودش یک ارگان ویژه‌ای داره برای تولید و پخش مواد مخدر، که در سوریه یه مرکز بزرگی اونجا درست کرده، از سوریه مواد مخدر رو توزیع میکنه به سراسر جهان. بنابراین که یک رژیمی که خودش تولید کننده مواد مخدره، تولید کننده بزرگ، از این راه سپاه پول کلونی به دست میاره که بعضی هاشم گیر میافته در پاره‌ای از کشورها، خب این میاد دیگه قرارداد امضا کنیم که مواد مخدر رو جلوشو بگیریم. چجوری از این با هم منافات داره؟ مگه میشه؟ تو خودت داری در سوریه بزرگترین پایگاه مواد مخدر درست کردی، حالا میام میگی آقا ترکیه قرارداد ببندیم مواد، آقا ترکیه چه ارتباطی داره؟ فرمایش درست آقای استاد شرفشاهی، چون میگه آقا مواد مخدر مثل همه چیزای دیگه در انحصار خود من بایستی باشه، باید دست من باشه، دستای غریبه و بیگانه افغان و ترکیه و به قول شما سوریه و آمریکای لاتین که دخالت میکنه، چون سود من توش نیست، دست من توش نیست، اونا رو قطع میکنه که دست خودش روش باشه، اونم به خاطر منافع خود. چه درست میفرمایید؟ بله درست میفرمایید. بسیار ممنونم از شما، وقتتون رو در این برنامه گذاشتین با اطلاعات گسترده و وسیعی که امیدوارم بینندگان ما راضی شده باشن. تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای شما آرزو دارم. سپاسگزارم استاد شرفشاهی، روز شبتون خوش. آقای شهرتی سپاسگزارم، درود دارم به برادرم مهندس امیر شجره، خدا نگهدار. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت، همراه آقای
سیاوش عبستا و دکتر منوچهر رزما را با شما خداحافظی میکنیم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای شما آرزو دارم. بدرود تا درود دیگر. لطفاً برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم.